همین روز در صفحه کتاب اولم نوشته بودم که ما بین مبدل می شوم. ما خط تیره بین. و در گذری دیگر نوشته بودم هرچه بیشتر ما بین می شوم. در دفتر اول مثنوی معنوی مولانا مبدل معنا شده است و پررنگ است این کلمه در آن تفسیر. در کتاب های بعدی هم همچنین مبدل شدن هم به نوشته آمده است و همین روز در این یک برای دکتر رحمتی پیامی ارسال کردم پری روز تا به تلای دکتر رحمتی برسانم که به دعوت فرشته نفسم و فرشته عقل فعال لبیک گفتم و از مبدل شدنم نوشتم، همچنین از خواندن کلمه مبدل در مثنوی معنوی مولانا. حال در دفتر دوم مثنوی مولانا میخوانم مبدل شو از وجود طبیعی به وجود ملکی تا از ابدال شوی. به یاد دارم که معنای ابدال را خوانده باشم در مثنوی، ولی آن را به یاد ندارم. بیت 1270. پند من بشنو که تن بند قویست، کهنه بیرون کن گرت میل نویست. اندرز مرا گوش کن که جسم حجابی بسیار نیرومند است. اگر دوست داری نو و تازه شوی، کهنه را بیرون کن. میل این دنیای کهنه را از قلبت بیرون کن که این عجوز عروس هزار داماد است. در برخی از شروع کهنه بیرون کن را نوشتند، یعنی مبدل شو از وجود طبیعی به وجود ملکی تا از ابدال شوی. شنبه 6 دی 99 ساعت 11:48. صفات افراد در جامعه را در تماسی که زندگی روزمره است با کلمات مولانا بیان می کنم و مفقودم که چریدن در تفسیر بیتی در دفتر مثنوی مولانا آمده است و آن را در مورد بسیاری وگرنه اکثر افراد در جامعه ایران به کار بردم در یکی از کتاب هایم. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نه چرا. چشم اسبا یعنی همین چشم‌های حسی چیزی جز گیاه و چمنزار نمی‌بیند. بنابراین آن چشم را به هر جا غیر از چمنزار دعوت کنی می‌گوید نخیر. برای چه از اینجا برویم؟ همینجا توقف می‌کنیم که برای ما بهتر است. همینطور کالبد عنصری انسان دوست دارد فقط در همین دنیا بچرد و از عالم معنا تن می‌زند. بیت 1289. نور حق بر نور حس راکب شود، آنگهی جان سوی حق راقب شود. نور حق تعالی یعنی نور معنوی حاکم بر نور چشم حسی می شود و آنگاه جان به سوی حق تعالی مایل می شود. بیت 1290. اسب بی راکب چه داند رسم راه، شاه باد تا بداند شاه راه. اسبی که سوارکار نداشته باشد چه می داند که نشانه راه چیست؟ شاهی بباید تا از با راهنمایی او شاهراه را بشناسد. بیت 1291. بیت بعدی بیان از عبور تغییر ساحت از مغرب به مشرق دارد. گذری در ابن سینا و تمثیل عرفانی نوشته هانری کورمن با نوتی به نوشته دکتر انشالله رحمتی. ابتدا این گذر را می آورم که در فایلی مستقر ذخیره نمودم، همچنین به دلیل دسترسی آسان بدان برای انتقالش در کتاب هایم. دو نقطه. ولی همیشه این گونه نیست که درک و دریافت فیلسوف از تلاش های خیش درک چندان عمیق باشد که بر حسب آن دریابد که تعبیر و تفسیرهای نظری که ترجمان اندیشه اویان در نهایت حکایت از پیوندشان با ظرفترین خود وی دارند. خود در گیومه و بدین ترتیب انگیزه های پوشیده ای که او خود در حین طراحی نظامش از آنها بیخبر بوده است در این میان نمایان می شود. این نمایان شدن نشانه نوعی تغییر ساحت در سیر حیات و تعاملات درونی است. معلوم می شود که آموزه هایی که او به شیوه علمی شرح و بسط داده است برای شخصی ترین مخاطره او نوعی غروب است. تعبیر و تفسیرهای فخیم اندیشه آگاهانه نه در گرگ و میش غروب بلکه در پرتو صبح صادق به ابهام می گرایند. در پرتو این صبح صادق شخصیت هایی که همواره وجودشان به دل ما برات شده در انتظارشان بوده ایم و به هانها عشق ورزیده ایم در افق دیدمان قرار می گیرند. نوت دو.
در حقیقت در این تغییر ساحت که به معنای عبور از لایه بیرونی یا مغرب وجود خیش به لایه درونی یا مشرق وجود خیش است، خورشید نفس حقیقی طالع می شود. و تعبیر و تفسیرهای اندیشه نظری با همه دقت و وضوحی که دارند به ابهام می گرایند. اما این ابهام معلول ورود به تاریکی نیست، بلکه معلول فیضان نوری درخشان و برتر است که در پرتو آن هر نور جزئی و هر قرب که نیرومند باشد بیفروغ می ماند. نوت دو از مترجم دکتر انشالله رحمتی و بیت 1293 دفتر مثنوی مولانا می گوید نور حس را نور حق تزئین بود. معنی نور و علا نور این بود. نور حسی به واسطه نور حق آرایش پیدا می کند و معنی آیه نوریست فوق نور همین است. اشاره است به قسمتی از آیه 35 سوره نور که می فرماید نور علا نورن. شرح بیت 1121 و 2936 دفتر اول. نیکلسون توضیح نور علا نور گوید در توضیح نور علا نور گوید نور حق هم بر عالی ترین قوای انسانی نور می افشاند و آنها را متحول می کند و هم بر پست ترین قوای روح انسان. در بیت بعدی از آثار نشانه ها عنوان شده است و درست آثار نشانه هایی هستند که در تغییرات رفتاری هم به طور جدی به طور وجودی مطلع می شدند. از اولین کتابم به نوشته در آمدن تا آخرین کتاب هایم. در صفحه کتاب اولم نوشتم بایستی فرشته این تغییرات را در من پدید آورده باشد و پدید بیاورد. فرشته نفسم و فرشته عقل فعال. عقب نشینی بدنم در تماس با دیگری افتاد مهاجم به من. تا آذر 99 به بالدار شدن نفسم واقف شدم. به دلیل پایین ترین ممکن در عصبانیت در قبال دامهای دیگری زن نافروش و تهاجم خودش و شوهرش به من محتاج نبودن آنها و فراز دامها پرواز کردن وجودم. ابیات را از دفتر دوم مثنوی مولانا در زیر می آورم. زان که محسوسات دون تر عالمیست، نور حق دریا و حس چون شبنمیست. زیرا عالم محسوسات عالم پستری است و نور حضرت حق مانند دریاست و حس نسبت به آن شبنمی بیش نیست. تشبیه حضرت حق به دریا در متون عرفانی رایج است. شرح بیت 2213 دفتر اول. بیت 1295 آن دفتر بود. لیک پیدا نیست آن را که برو جز به آثار و به گفتار نکو، ولی سوارکار روی آن حس آشکار نیست مگر به وسیله نشانه ها و گفتار نیکو. بنابراین نور الهی وقتی حواس آدمی را تحت تصرف خود بگیرد، هرچند ذاتش نمایان نیست ولی توسط آثار و علائم خود را نشان می دهد و این آثار همانا کردار نیک و گفتار پسندیده است. رجوع شود به بیت 1115-1120 دفتر اول. بیت 1296 دفتر دوم مثنوی مولانا بود. نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نبود زیایی کان صفی است. وقتی نور حسی با همه غفلت و سنگینی پنهان باشد، پس چرا آن نور پاک و صاف نهان نباشد؟ دو بیت اخیر در رفع اشکالی مقدر است. گویا کسی میپرسد یا حضرت مولانا، اگر نور حق وجود دارد پس چرا دیده نمی شود؟ جواب میگوید شهوات نیز دیده نمی شوند ولی از آثارشان توان شناخت. بیت 1299. همین روز و ساعت 19:50 دقیقه در کتابی و در کتابهایی از تنین نوشتم و در نام یکی از کتابهایم پس از آن این کلمه تنین وجود دارد. بیت 1327 دفتر دوم مثنوی مولانا از تنین بیان دارد. این صدا در کوه دل بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این کوه گه تهیست. تنینی که در کوه دلها افتاده صدای کیست؟ گاه این کوه پر از صداست و گاهی خالی از آن.
پس نداهای غیبی از کوه وجود ما نیست، بلکه ندا کننده‌ای در آن ندا کرده است. یک شنبه هفته دی 99 ساعت 13:15. نوشتن دو بیت از دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا منطبق با وقوع تجربه نفسانیم را از دیشب به امروز واگذار کردم. قبل از نوشتن آن نکات این یک را می نویسم و این بار تصمیم به نوشتنش کردم. طی این دو روز گذشته دریافتم قطع شدن خط تلفن ثابت من که همچنان به کرات تکرار می شود و در حال حاضر از اواخر مهر 99 در این وضعیت هستم، قبل از ماه نوامبر 2018 پدید نیامده بود. یعنی این اختلال در خط تلفن ثابت که استفاده از فضای مجازی را سد می کند که شامل گوگل نیز می شود، از زمانی پدید می آید و به وقوع تجربه نفسانی من منتهی شد. چون در نوامبر 2018 سومین بار در طول یک ماه خط ثابت من اختلال پیدا کرد. 13 نوامبر 2018 وقوع تجربه نفسانی من بود. یک ماه شامل ماه قبل از نوامبر هم می شود. اختلال خط را اعلام نکرده بودم چون مرا از خواندن و نوشتن در فیسبوک دور می کرد و شروع کردم به خواندن پست های فیسبوک که ذخیره کرده بودم و شروع کرده بودم به نوشتن در ژورنالم در یک فایل که ناگهان حضوری در پیشانیم حس کردم. سعی کردم تشخیص دهم چیست، چون آسان نبود. اینکه تشخیص دهم با پیشانیم می بینم و همزمان در روی پیشانی می نویسم. صحنه را با پیشانی می دیدم و آنچه می دیدم را در روی پیشانی می نوشتم. همین روز ساعت 18:15 پیامی برای دکتر رحمتی ارسال کردم برای اطلاع رسانی در مورد دریافت دعوت فرشته نفسم و فرشته عقل فعال و لبیک گفتن من به آن دعوت. پیام را بازخوانی می کنم و گره به معنایی که بایستی باز شود در یک گذر وجود دارد. در مبدل شدنی که بیت شناخت و ایمان بیان شده است که توسط دلوز و در سفیر آوردم. دو نقطه. وقتی شناخت به جای ایمان قرار بگیرد، ماهیت ایمان تغییر پیدا می کند و به ایمان به این دنیا مبدل می شود. اگر درست یادم باشد. جمله دلوز بود. ایجاد گذر برای من نکته اساسی است در این جمله. این مبدل شدن ترکیب شناخت خط تیر ایمان نقطه مشترک است در گذری که در پیامم نوشته شده است و آن گذر در مورد تغییر ماهیت شناخت است در من. اینکه فکرم خط تیر نفسم حاضر آماده را قبول نمی کند دیگر و در نوشته شدن سفیر متوجه این تغییر شدم و نوشتم گذری از ابن سینا و تمثیل عرفانی را در آن پیامم برای دکتر رحمتی که در آن قسمت از آن کتاب با شناخت عادی که حاضر آماده را قبول می کند تمایز داده شده است. این یک شناخت که حاضر آماده را قبول نمی کند و می خواهد خودش فهم کند، نفس می خواهد خودش بفهمد. از طرف دیگر در همین متون در گذری که در مورد خیال است و بیتی از جبران خلیل جبران و بیتی از مثنوی معنوی مولانا را نوشتم که مشترک هستند در موضوع خود خیال و مولانا خیال را کیمیا دانسته است در آن بیت. در آن گذر در این کتابم از تشعشع ایمان نوشتم. پس در روند پروسسی هستم در مورد ترکیبی که از دو قطب شناخت خط تیر ایمان و تغییر ماهیت آنها پدید می آید به عنوان ترکیبات نوین آن ترکیب. آن ترکیب دو قطبی پی در پی در حال مبدل شدن، قطب شناخت و قطب ایمان. آن گذر از پیامم برای دکتر رحمتی را در زیر می آورم. پیام در مورد وقوع تجربه نفسانیم و معنای آن. دو نقطه. جنبه روانشناسانه و تفسیر در آن زبان حوزه در مورد تجربه نفسانیم برایم مهم بود و اهمیت دانش علوم انسانی را داشت برایم و فرق بود نسبت به آنچه جزو دانش علوم رسمی و تدریس آنها نیست و این حوزه را می‌خواستم بشناسم. شناختن همین چنین به نوعی دیگر مبدل می‌شد و دانستم ماها بعد چرای رفتار متن سفیر را که نفس من است که می‌خواهد بشناسد بفهمد و شناخت حاضر آماده را دوست ندارد. خودش بایستی گذر عبور کند
نوشته بودم در سفیر که حاضر آمده را دوست ندارد. این متون و سکوت این متن و سکوت می کند وقتی قطعه نوشته آماده در آن انتقال می دهم. چند نقطه. منتها نوشته بودم، ولی هوشیاری از آن چه نوشته بودم ماها بعدش همچنین در حی نوشته شدن کتاب های بعدی هم پدید می آمد. ختمی گذر از پیامی که برای دکتر رحمتی ارسال کردم.